صحبت ما برای هموطنهایی است که مثل خودم هستند. درد ما درد مشترک است. متوجه از این باشیم که قدمهای بعدی خود چطور ما مردم برداریم، چطور ما مردم خود از چنگال مزدورای بیرونی نجات بده، چطور ناموس خود در تحفظ بگیریم، چطور یک راهی را طی کنیم که برای اولاد ما از ما و شما خود گذشت، از بچه ها و دخترهای ما گذشته، برای نوادگان ما. حرکت ملی خرسو برمان آن روز است که این نسل هم گذشت و نسل دیگه باید مبارزه شود و نسل سیومی که می آید، نوادگان ما. در این ارمان هستیم که روز اینا در زیر سایه های درختان نشسته باشند، دخترکای ما در فضای امن و آسایش و پیشرفت و سعادت و ترقی، و زلفای از اینا را باد بهاری بشورانند و بین هم بخندن و بخندن و بگوین مردمان بزرگ بودند که برای ما کارهای بزرگ کردن و این فضای امن و آسایش برای ما ایجاد کردن. بیاین در قطار استاد شوین کان نوادگانتان برایتان لقب مردمان بزرگ را بده. بنان مردمان ایار صفحه جدید باید بسازه. صفحه جدید افغانستان با قلم زرین ما و شما مردم چه ده هر قوم ندی. باید یا بل سر یا موچو اخپل سر نوشت پا اخپل لاس با واخلو انشاءالله. نو لارا نشته. پلیاز خدای اغا لارا چی مونگا 500 کال تیر کلیو لاغن بندو که پلیاز خدای رازی دی مونگا دو تاسو درد مشترک. ای آن که در نگاه تو خورشید خفته است، برنامه را به نام تو آغاز میکنم. سلام عزیزا وطندارای گل در هر کجای از این کره خاکی که حضور دارین، امید دارای صحت سلامت باشین، ایام بکام باشه. شما عزیزا میفهمین که اوضاع متشنج است و وضع بر وفق مراد هیچ کس نیست، چه در داخل چه در خارج. مخصوصا مایی که در خارج از مملکت هستیم، به قول معروف میگه در بی وطنی گل به نظر خار آید، هر لحظه غمی آید و تکرار آید. به هر حال در برنامه فعلی من خواستم یک تن از شخصیت‌های ملی سیاسی و اجتماعی که تقریبا همه شما با نامشان با کارکردهایشان آشنایی دارین اما فعلا مهاجر هستن یا در اجرت به سر میبرن، جناب بریالای نصرتی، رهبر حرکت ملی خط سوم. آقای نصرتی عزیز، بسیار خوش آمدین به برنامه غریبانه ما. تشکر از وقتتان. همه با شما آشنایی دارم، همونطور که من گفتم اگر لطف کنین خود شما یک بار دیگه بریالای نصرتی را به معرفی بگیرین. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بانوی گران ارج وطن، بانو کریمی عزیز که واقعا در پالوی عزیزی که شما یک ژورنالیست هست، پروفشنال هستید، یک مبارز واقعی هستید. شما از دیدگاه ما مردم سیاسی یک تاریخ سیاست جدید در افغانستان رونمایی کردین، این موجودیت خود شما. ولی من بینوا پسر بینوا هم، یعنی بریالای نصرتی پسر معلم ذبیح‌الله نصرتی، پدر معلم اولاد وطن بوده و اولین معلم و تا آخران معلم خود نصرتی شما بوده. با وجودش، با عزت نفسش، بر عمر گوهربارش که برای اولاد وطن عمر را صرف کرده افتخار میکنم. شما میدانید که معلمین مهندسین یک سرزمین هستند، معلمین بنیانگذاران یک سرزمین هستند که متاسفانه در تمام دنیا از عزت کافی برخوردار هستند جز در افغانستان. این پدران معنوی و مادران معنوی را ما عزت نکردیم و شاید هم که بدوای از امون هست که ما چونین هستیم. کسایی را وزیر ساخت و صدرازم ساخت، جنرال و ماستر و دیپلمات، وقتی که اینا به سر رسیدن هرگز ندیدن که پدر معنوی امروز در دسترخانش نان است، دوا هست، به حد فراموشکار و ظالم هستیم. ما مردمان خوب نبودیم و نیستیم. البته من تقریبا 22 سال است در رأس سیاست هستم. سال 81 تا سال 2001 تا سال
2009 حزب حفاظت از حقوق بشر و انکشاف افغانستان رهبری میکردم که تقریبا تحت پوششم در اختلاف 28 یا 38 حزب سیاسی دیگان بود و 250 شورا. کارکردهای عجیب داشتیم در حکومت کرزی، نظر به می که با حکومت دز و فساد و غارت با اینمی فهم کمه که داشتم ساخته نمیتانستم. دو دوره نظربند بودیم و دوره آخرم اینا بالای یونما فشار انداختن با مکتوب رسمی یونما خودم و با سه طفل خانم پدر و مادر سرسبید از کشور اخراج. کسایی گفتن آقای نصرتی در بیرون گفتن و چی جرم شما خود در جنگای داخلی هم نبودین در حکومت هم که رشوت بخوره؟ گفتم والا من در سیاست همه چیز میفهمیدم اما یک چیز نمیفهمیدم که سیاست جهان بگم یا سیاست افغانستان بر دروغ استوار است. ما به جرم راستی از کشور اخراج شدیم که هم یک تاریخ است. فکر کنم کریمی صاحب محترم شخصیت های انسان ها بر اساس بیان احساسشان است. شما سوال کردین نصرتی کیست؟ امی که نسبت به معلم و حکومت گذشته خود در تعریف کشیدم اینمی شناخت نصرتی است. بسیار تشکر. مبارک است. شما پیشتر گفتین که پسر یک معلم است. در جای شک نیست که معلم اساس یک کشور است، مگن جور استاد به زمهر پدر. و در مورد دیگه گفتین که بی مورد یا بی دلیل شما را زندانی کرد اما باید میکرد. آقای نصرتی چرا میگن بی گناهی کم گناه نیست؟ در دیوان عشق یوسف از دامان پاک خود به زندان میرود. اما به هر حال در او حکومت و در او دوران و در او حالت و با توجه به این آشفته بازار الهی شکر که شما را داریم و شکر زنده هستین. امرای فامیل خانواده تان به پاریس فعلا زندگی میکنین. یک مقدار سرمی حرکت ملی خط سوم اگه لطف کنین معلومات بتین که هدفش چیز؟ فقط یک نام است یا مثل ایران پاکستان که میگن نه شرقی استیم و نه غربی استیم، ما جمهوریت اسلامی استیم؟ چرا پیشتر شما نقد کردین دمی لابلای مقدمه تان که با حکومت غنی و کرزی هم سازش نداشتین، نسبت بعض مازیر اختلاف نظر داشتین و با عمل کرد طالبان هم فکر میکنم که تمایل ندارین و هم نظر نیستین؟ پس هدف شما چی است و چی میخواین؟ شاید که اولین تریبیون باشه که یک چیزی را من افشا میکنم که از تریبیون شماست. در سال 2008 سه روز چهار روز و سال نو مانده بود، محمود کرزی همراه با نادیم اهل کوزی بود فکر کنم وکیل دوره 14 و 15 پارلمان که از یک خاندان خوب بودن، آمدن در کارتیسه با دو موتر زیره مرا بردن در دفتر شد. در اونجا جمع از کسای مربوطین خودشان انتخابات ریاست جمهوری 2009 بود. در پیشروی نادم محمود کرزی صدای مرا میشنود و چت استاد شد دست خدا پیش کرد و آقای نصرتی معاونیت ریاست جمهوری در تبریک وای من. بعد از روی خدا دار داد سونه نادم گفت برای سبا کرزی رئیس سایت آماده میکنین برای نصرتی. آقای محمود کرزی شاید که امروز بگویی که دقیق میگی نصرتی اولین کسی بوده در تاریخ حکومتداری از اینا که کرزی هم رد کردیم و معاونیتش هم رد کردیم. انال بانو کریمی شما با یک آدمی صاحب فکر رو بروسته، نه با یک آدمی چوکی پرست و پول پرست و این و آن. ما صاحب فکر هستیم و برای رسیدن به هدف خود از هیچ چیز دریغ نخواهیم کرد. آمدیم به ارتباط از وقتی یک گذار میخواییم اجازه است که دمی بیرون دمی باغ خانیم ششته مفته و بسیار تیز است، چشم مرا میبر. اجازه است به نزاکتی تلقی نشم. ولی از خدا بفرمایید سبی ضرورت است. یک روز یکی از دوستا گفت، یک قصه کنم چون صحبت های ما و شما خودمانیست، آقای نصرتی عزیز و کاخ سفید بودم، آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بود و در یک کنفرانس خبری در بیرون کاخ سفید در حضور خبرنگارا قرار گرفت و گفت مستر پرزیدنت افغانستان افغانستان افغانستان. دید که بسیار گپ میزنه، عینکای به چشم بود، گفت اول تو هم عینک تو بکش باز افغانستان. چون بیرون هم بود دیگه، او یک درس بر من شده و در ژورنالیسم باید چشم طرف چشم نگاه کنه. از امو خاطر میگن تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این چی نگاه کردن است. با معذرت یگان شوخیام باشه که صحبت های ما جالب شده بره، اینال شما ادامه بتین که هدف
خط ملی سوم چی است آقای نصرتی؟ حرکت ملی خط سوم یعنی خط میانه اعتدال. با چپ افراطی و راست افراطی هیچ نوع از همخوانی و سازش نداره. با سیاست بازانی که از نام قوم و لسان و مذهب و نژاد و اینا استفاده میکنن برای پول پیدا کردن، ما کدام علاقه با اینا نداریم، بلکه اونا را به حیث خائنای ملی میشماریم برای از اینکه وحدت ملی ما را امینا خدشدار کردن و در درون جامعه ما تفرقه را آوردن که ما به این حال هستیم. بنان خط سوم برای بیدار کردن جامعه سخت کار کردن و ما تانستیم طی 4 سال امروز جوانان نسل جدید او مردم های 1 سال پیش نیست. خط سوم حیات رهبریش در تمام تلویزیون ها در تمام صفحات نقش فزاینده برای بیداری جامعه کرده. شما میدانین که آگاهی باعث رهایی یک جامعه، یک سرزمین، یک ملت از ظلمت و تاریکی میشه. پس ما که تباه هستیم از نادانیستیم، پس بریم جامعه را بیدار کنیم، آگاهی بدیم تا راه خود ما مردم بیاد. دوم، یکی خوب بیدار کردن، بیدار نگه داشتنش دوامدار وظیفه ماست از هر نخبه و دانشمندی سرزمین. بیدارش کردی و بیدار نگاهش کنی که اگه پس خواب رفت نشه که او تاریخ گذشته بعد از سر ما پس تکرار کنه. شما هر دقیقه ببین که نکو پشت از او چک چک، اینمی آدم مافیا بود نه؟ باز میگه اول اینمی باید بیدارم نگاه کنین شما مردم. آنچه که برای ما مهم است برای خط سوم در تلاش بسیج ملی یعنی کوتاه مدت بسیج ملی. برای چی؟ برای به دست آوردن وقار ملی. بسیج ملی تضمین کننده وحدت ملی سر کشور. پس بسیج ملی به دور یک محور پاکی که استقرار فکری و استقلال فکری داشته باشد. استقلال فکری و استقرار فکری داشته باشد. یعنی که وقار ملی به معنای وقار زن ما، اولاد ما، هموطن ما، خود ما و وطن ما. زمانی که وقار ملی را شما به دست بیارین مطمئن باشین که وحدت ملی تان هم تضمین شده و حیثیت بین المللی هم پیدا کرده. ما تقریبا 4 سال یا 5 سال سخت تلاش ما برای بسیج است و دیگر راه هم مردم نداره. خود ما مردم هستیم. کسی که گفتم بچه معلم هستیم. ما در خانه شاهزاده پیدا نشدیم. اگر در خانه از این پولدارا اگر می شدم من مبارز نمی بودم. هیچ شاهزاده مبارز نمی شه و هیچ سلطنت زاده هم مبارز نمی شه. ما مردم هستیم که از میان مردم برخواستیم برای پاسخ به نیازمندی های مردم. درد ما درد مشترک از بانو کریمی. برای رفع درد مشترک باید یا لحظ حرکت بکن. برای رفع درد مشترک حرکت مشترک ضرورت است، خاصتا که امروز در داخل اجتماع شما وجدان جمعی و خرد جمعی با وجود آمده. پس ما آمدیم این وجدان جمعی و خرد جمعی را به یک حرکت جمعی تبدیل کردیم. امروز حرکت ملی خط سوم در ایران، ازبکستان، هند، پاکستان و همچنان گرد گرد افغانستان دموگد تاس خلق الحمدلله فعال دی و از یک قوت و پایگاه اجتماعی قوی برخوردار است. اینی بسیار مهم است برای ما. هم ما در حمایت از حقوق زنان سخت حرکت ملی خط سوم فعال است و یگانه مدافع واقعی است، نه مثل از اون مردم که از حقوق زن برای خود بلند منزل جور کنین در شیرپور. حقوق زنا برای ما اصل است، خواهر ماست، مادر ماست، حق داره در داخل خانهش، در داخل کشورش، در تصمیم گیری های بلند سیاسی اینا سهم داشته باشن و شریک تصمیم گیری های نظام سیاسی ما. امروز با اینده انشالله زنای افغانستان خواهد بود. بله بسیار تشکر، بسیار عاطفی و یک احساس ملی صحبت میکنین، بر شما موفقیت آرزو میکنیم. عملا شما چی کردین؟ 1 سال است که وطن دچار آشوب است. حرکت شما اول چی تعداد دارین؟ این جوانایی را که گفتین که هم از مرد و زن هستند، این فکر نمیکنین که میال وقتش از پیشتر اشاره کردین که دیگه از خواب غفلت بیدار شوی؟ میگه ای ملت افغان واقعا که تو را خواب برده است، بیدار شو ببین وطنت آب برده است. آقای نصرتی آیا وقتش نیست که یک قد علم کنین؟ زنها را عصف کردن، وزارت زنها را از بین بردن، یا از طریق سیاسی مسالمت آمیز یا از طریق یک انقلاب شما ایران ببینید که مردمش هم قیام ملی کردن. بانو کریمی عزیز، ما معتقد هستیم
بر موجودیت یک اپوزیسیون واقعی. اپوزیسیون واقعی یکی از فرآیندهای باز سیاسی در فضای دموکراسی است. حرکت ملی خصیام یک اپوزیسیون واقعی است، نه یک معامله‌گر. ما در برابر اردو خط بسیار نابکار، مردم افغانستان، ما یعنی خصیام یعنی مردم. مردم ها که بگوین که حکومت گذشته چپاول و غارت تا که ناف سر بالا میکنن صفحات مجازی رو میبینن که 30 میلیون من انسان اونا رو نفرین میکنن. چی فکر میکنن که همین مردمی طالبه با این وحشت و دهشت که در زمین بشری اینا زندگی ندارن، اینا فکر میکنن در کجا هستن؟ این 30 میلیون نفر اینا رو آفرین میگن، همچنان 30 میلیون نفر اینا رو لعنت میگن که اینمی ما و شماسته. بنان خط سیام از امروز 30 میلیون مخروبنشین در پشت خود داره. قسمه که شما گفتین بستر در داخل افغانستان برای قیام، برای جنگ بسیار مساعد است و همچنان متاسفانه برای دشمنای سرزمین ما هم مساعد است. برای از این که رضایت عموم مردم اساس پای یک حکومت مقتدر است. نظامی که رضایت مردم نداشته باشه او رو چطور میتونه که تداوم پیدا کنه؟ پس بنان ما از لحاظ سیاسی و فکری بر علیه از اینا هستیم و جدی هم هستیم و سخت مقاوم هم هستیم. ما اگر بخواییم که بریم به طرف نظامیگری اتو نیست که 3 ولسوالی گب میزنه، باز از 365 ولسوالی بس میکنیم با. ولی ما معتقد بایستیم که نه طالب چیز است نه دیگرها چیز است. بله دمی جای مداخلت کنم آقای نصرتی عزیز، شما گفتین ما میخواییم که یک اپوزیسیون باشیم که صادق نه معامله‌گر. فعلا گروه مخالف یا اپوزیسیونی که مقابل طالبا عمل میکنه چی از طریق سیاسی چی از طریق عملیات نظامی؟ جبهه مقاومت ملی دوم است به رهبری احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود. شما با اونا هم خانی دارین، همکاری دارین یا اونا رو هم شما معامله‌گر میخوانین؟ برزی که بسیاری ها میگن که رهبرای از اینا مثل آقای صالح، مثل آقای عطا، مثل احمد ولی مسعود، مثل ضیای مسعود، اینا همه ترک وطن کردن و پنجشیر شما میبینین که همه روزه جوانای ما کشته میشه. پسر مسعود یک تک بچه به قول ما کابولی ها یک بچه جوان بی تجربه، اما ظاهرا میگن به فساد آلوده نیست. ونه او هم از یا از تاجیکستان یا یکی از کشورهای همسایه قمانده میته. جوانایی که ارتباط ندارن از طرف طالبان اسیر گرفته میشه، دستایشان از پشت بسته میشه، چنانچه حالا اون از گورای دست جمعی در قندار. از کجا آدم بگوی آقای نصرتی واقعا سراسر درد است. فقط سوال می که آیا مقاومت ملی دو مزید شما توجیه داره؟ شما با اونا همکار هستین یا گروه مخالف مقابل طالبان است خوب عمل میکنن یا میگن نه؟ هر حرکتی که بر ضد اینمی حکومت خوب گفته نمیتونیم، همی گروه بر سر اقتدار بی میاد و بی میار شکل میگیره ما به چشم قدر میبینیم. اما بعد از اون متوجه میشیم که رهبری از این گروه را کی میکنن، در رقیبی از این گروه کیست. وقتی که متوجه شیم که تشکیل از این گروهی که بر ضد از او گروه قاتل دیگه است کلش دوزا و معامله‌گرای 20 ساله، مطمئنا خط ما از اینا بسیار جداست. ولی زیاد با اونا کار نداریم. فعلا ما معتقد هستیم که چطور میتونیم طالبا را یا بر میز مذاکره باید بکشانیم و اینا را ببریم به طرف یک حکومت دوره گذار، که دوره حکومت دوره گذار هم مشخص تعیین کننده انتخابات ریاست جمهوری باشه، که خط سیوم و مردم افغانستان و نظم نوین جهانی غیر از انتخابات چیزی را ما نمیپذیره. چون ما میخواییم که یک رژیم جمهوری داشته باشیم، ما نمیخواییم که به 2000 سال پس بگردیم، ما نمیخواییم که از پاکستان و امثال هم پسمان شویم. ما میخواییم که کارهای بسیار بزرگ کنیم چون مغز بزرگ داره و از این مغز بزرگ خود میخواییم برای وطن خود کارهای بزرگ کنیم. در کل هر کسی که برخلاف اینمی گروه و باداران از این گروه قرار میگیره توسط حرکت ملی خصیام تایید میکنه، ولی با فساد پیشگان حرکت ملی خصیام یک قدم نمیبره. حالا شما می دلایل را که آوردین احمد مسعود یعنی تایید نمیکنین؟ اول خو
واضح برات بگویم این صدای مرمت و بانین مادر پیدا نشده که نظرتی را رهبری کنه که مزیره تحت قیادت کتر برام و تا آدم هم منم یافم اینا هم که میبینین شما اینا کلش ساخته شده های بیرونی هستن اینا از خود کدام چیزی ندارن بانوی گرامی من حمایت بیرونی یعنی... مقاومت دوم کیست آقای نصرتی از احمد مسعود با دار دستش امی مقاومت ملی و خود شما آیا بدون کدام حمایتگر بیرونی یا تمویل مسائل اقتصادی و مادی و معنوی پیش میرین؟ خب در ارتباط با این گروهی که شما نام بردین هر کدام از اونا چهره هایشان افشا شده است مثال میفهمین که قانونی با کجا ارتباط داره فلانی با کجا ارتباط داره فلانی با کجا و تا ایران کجا تا دیگه اینا چیزایی نیست که ما یک چیز براتون بگویم بانوی گرانرچ زمانی که بس افغانستان میارین از طالب و گروه مقاومت اینا بگذرین اینجا بس جا کشورهای پرقدرت هست. اما فعلا یک حقیقت متاسفانه تلخ است آقای نصرتی. نه امیر میخوایم بیان کنم. تمام افغانستان گرفتن. تمام افغانستان. حالا ما امیر میخوایم بیان کنم. امیر میخوایم بیان کنم. اینا اجیر شده های بیرونی هستن. اگر اینمی بیرونی ها سه چار مملکت در اون اتاق دیگه دور همشیشتن و توافق رسیدن یک کار میگن برین در اونجا حکومت مشارکتی جور کنه. اگر نشدن با اینا رو میگه جنگ کنه یعنی عسکرای بیرون نه عسکرا برای وطن ما برای منافع ملی ما بران خط سیوم چون با یک آگاهی پیش میره نه اولاد وطن را کشتن میده نه قدر بی غیرت هم خواد بودن که باز بعد از کشتش زنش حوصله کنیم که در روی سرک و گدایی برایه ولی ما میدانیم که تا یک و نیم دو سال دیگه حکومت مشارکتی رو بیرونی ها میسازن این را 100% ما اعلان به چندین تریبیون کرده تلویزیون ها و خط سیوم ها بودن اونجا هست و کسایی که مرد بیچاره ولی این امینا پس به همین چوکی ها را میگیرن ولی پشت سر حکومت مشارکتی برای تمام مردم افغانستان انتخابات ریاست جمهوری مهم است که خط نکنن خطا نکنن در تعیین سرنوشت ناموسشان اولادشان هموطنهایشان و وطنشان خودشان نقش خود ایفا کنن بنان در سر از این ها من نمیخواییم که وقتم مزایی کنم و گپ بزنم چون بازی افغانستان از سطح دیدگاه بیرونی باید مطالعه کنم بله اگر قرار باشه که طالبا ادامه بتن و زمامداریشان آیا حاضر هستین که در یک تعامل با طالبان معامله کنین و به اصطلاح به خاطر خیر و صلاح ملتتان از مجبوریت دوشادوش تحت عنوان یک حکومت مشارکتی کار کنین یا فکر میکنین که نمیشه قطعا با طالب کار کرده او زمان میشه چون ما معتقد هستیم بر یک امطور که افغانستان کثیر ملیتی یا قومی است و نمقدر افغانستان کثیر دیدگاه یا کثیر فکری یا حزبی است ما معتقد هستیم که هیچ حزب یک جریان سیاسی به تنهایی نمیتونه که حکومت بیره و بگویه که ما به تنهایی پیش میبرم برای حفظ حراست از نوامیس ملی و تمامیت ارضی و استقلال ملی کشور اگر در یک ائتلاف بزرگ که کلگ اشتراک کنه مطمئنا حرکت ملی خط سیوم نقش خود به خاطر پاسداری از سرزمین وطن و مو به اصطلاح آساختن یک حکومت دوره گذار ایفا خواهد کرد اگر تو باشه که تنها ما طالبا بارها از ما یک چیز خواسته اگر بخواییم میکردیم ما نمیبینیم تا که اتفاق کلی برای ساختن یک نظام شکل نگیره بانو کریمی عزیز بله بسیار تشکر یک کتلی را که اگر بخواین که تشکیل بتین کیا باشه کدام کتله کدام کتگوری از دید شما مثلا واجد شرایط است که در گروپ شما یا در حرکت شما مدغم شوند تشکر. اول خب ما هیچ اعتراضی نداریم که کسی گروه خود بیارن در خط سیوم مدغم کنن بلکه درد ما مشترک است باید دست به دست شویم برای رفع از درد مشترک بلن آمدیم. چه تعداد اعضا دارین؟ آقای نصرتی عزیز اعضایتان چه تعداد است؟ چه در خارج و چه در داخل؟ گفتین که در خارج و داخل فعلا فعال هستن در داخل افغانستان هم فعال است اعضایتان؟ اصلا خب ما در خارج فعال نیستیم وقت خدا ما در خارج ضایع نمیکنه اما قسمی که شما گفتین که ما از سال 2001 در افغانستان سیاست کردیم و حالیام نصرتی و تمام تیمم در زمین افغانستان ما سیاست میکنیم ما در خارج کار نداریم که در لندن کی داریم در اونجا کی داریم خط سیوم ایجادش کیستنش از داخل افغانستان است
ما تنها 2001 نفر هیئت رهبری خط سیوم است. 2001 نفر. انشالله بسیار زود شما کنگره حرکت مینی خط سیوم خواهد دیدید که در خارج شاید یک 10 نفر در اون کنگره باشه و تماما زوم خواهد. بانو هست در ترکیبش آقای نصرتی؟ بانو هم در ترکیب است؟ در ترکیب حرکت سیوم؟ بانو خصیب علم بردار آزادی و استقلال افغانستان هستند. بانوان برای ما امو خط اول ماست. بانوان ما از ریاست زن ما بانوان داریم که اکثریت از اینا دکترا، دکترها، ماسترها در رشته های مختلف، استادای پنتون، رئیس دانشگاه ها به این شکل است. اینجا ژورنالیست های بسیار محترم ما، اینجا بسیار کافی، خط سیوم چیز عادی نیست. من از بیگانگان هرگز ننالم که بر من هرچه کرد آن آشنا کرد. حالا شما اهداف بسیار والا و بالا دارین، اسم ملی دارین که قابل قدر است، ولیکن بدون همکاری همسایه کار پیش نمیره. میگه از صد خیش یک همسایه پیش. من اتفاقا همسایه ما را در اجلاس ملل متحد دیدم، آقای رئیسی را دیدم که یک صدا سرش زدم، آقای شریف را دیدم که بالاخره اقرار کرد که افغانستان لانه تروریسم یا لانه امن برای تروریست‌ها شده. تاجیکستان امروز فغانش دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برآمد که تروریست‌ها وارد آسیای میانه میشه، یک ابلاغی ترافیک به اصطلاح به قول معروف صادر کرد. حالا شما با توجه به سیاست‌های کشورهای منطقه و به خصوص همسایه میتونین به اهدافتان برسانین؟ از کدام نوع سیاست شما استفاده خواهد کردین تا موفق شوین؟ چرا پاکستان همسایه ماست که سالها ثبات خود در بی‌ثباتی افغانستان دیده، یک زخم بلوط میگن، یک دانه سرطان است متاسفانه پاکستان. اتر برنامه دارین که چگونه با اونا برخورد کنین تا ثبات بیاید کشور؟ بله صاحب، ما حرکت ملی خط سیوم سیاست عدم انسلاک پیش روی داره، یعنی یک برنامه مدون در دست خود داریم که میتونه افغانستان و مردم افغانستان به حیث یک نیروی بی‌طرف در بین جامعه جهانی اعلان کنه و این پیشکش کشورهای مختلف کردیم و میکنیم. و چون ما مردم همین خوبی ماست. شما پیشتر گفتین که چطور امکان داره وابسته نباشین. امروز نقش ما بسیار بالاست. وابسته ها و مزدورها در طول 50 سال وطن به این حال رساندن و بازارهایشان هم فرار است. اینا در کوها و اونا در دشت و در هوا. و دیدم که هیچ در افغانستانی با این مزدورای ما چیز نمیشه، فقط یک جنبش یا یک جریان بی‌طرف سیاسی که خط سیوم است. امروز اگر شما بگوین که بالای مثال میگم جمعیت کال ختم شده، جمعیت پاکستان اعتماد میکنه ولی اوقدره که بالای حزب اسلامی و طالب میکنه نمیکنه. صحیح؟ زیادتر هندوستان بالای از اعتماد. اینی چیزاست که شما را نمیمانه که افغانستان برای، یعنی هر کس مزدور یک جای دیگه. یگان تایی است که به 50 کشور هم مزدور است به سطح بالایی حکومت هم بودن. اینال این کشور ها کلش یکی این دولت هم میشنسه که اینی مزدور به اوز و اوز با رقیب چطور اینا سازش کرده بتانن و چطور افغانستان را بگذارن آرام. پس افغانستان نیازمند یک حرکت بی‌طرف است. یک حرکتی که از بطن مردم برخواسته باشه و هیچ کشور مور و شست مزدوری نزده باشه. این اینجاست که رابطه تعامل با یک اعتماد پیدا میشه و ایجاد میشه. بالای شما پاکستان اعتماد کرده میتونه، ایران میتونه، هند میتونه، چون اینا میفهمن که مزدور پاکستان نیست. هند بسیار خوب میتونه وارد معامله شه با ما یا عربستان. بنان خط سیوم یک معجزه الهی است. در بهترین شرایط با یک موقف بسیار کلان پیدا شده و مردم افغانستان هم دیگر راه ندارن. حزب اسلامی را هم دیدن، جمعیت هم دیدن، پرچم هم دیدن، خلق هم دیدن، شعله هم دیدن، مولوی نبی و ملا عمرش هم دیدن. همه ما را تباه کردن اینا. پس حال ما مردم افغانستان باید خود ما دور خود جمع شوید برای تعیین سرنوشت ناموس خود، اولاد خود، هموطن خود و وطن خود تصمیم بگیریم که خط سیوم ایجاد کردیم. بله، مبارک است، بسیار تشکر. از نقش روسیه و چین یادآوری نکردین. شما میبینین که چین قد بلندک داره که میخواد اقتصاد دنیا را در دست خود بگیره و از طرف دیگه
مسئله جنگ اوکراین و زور روسیه دشمن دیرین ایالات متحده امریکا، فکر میکنین که با توجه به حضور این دو کشور که داره نزدیکی با طالبان دارن، طالبان هم خوب گیم بازی میکنه، با ابرقدرت ها پاکستان هم خوب بازی میکنه و از طرف دیگر در این شب روز روابط طالب و پاکستان هم خراب شده، فقط نقش چین روسیه را کدام سیاست ها در پیش خواد بگیرین که روابط اصانه با اینا داشته باشین؟ چرا چین هم میگه ما همسایه نزدیک تان هستم، روسیه هم میگه ما همسایه شمالی تان هستم، در این قسمت کدام راه و روش پیش خواد گرفتین که موفق باشین که روابط تان هم کشور همسایه خوب باشه، هم با کشورهای منطقه و هم با کشورهای دور منطقه؟ هیچ کشورهایی که در جنگ نیابتی افغانستان بودن و خدا روزش برسانه که اینا در سال نیابتی هم بیاین دور هم، هیچ کشور حرکت ملی خدسی احساس دشمنی نمی کنن. چون حرکت ملی خدسی هم به نفع هیچ مخالف از هیچ کشور کار نکرده. حرکت ملی خدسی هم میگه ما مردم افغانستان عزادار هستیم و لیاز خدا ماربانیم که یک چند وقت در گلیم عزاداری خواد با هم ما مردم تیر کنیم و عشق و خاک و گرد از روی یکی دیگه خود تیر پاک کنیم. میلیون ها پدر جگر سوخته و مادر جگر سوخته برای ما مانده، ما را اجازه نفس کشیدن بده. خط سوم نه با ایران دشمنی داره، نه بوده که کرده باشه، نه بوده که با پاکستان، نه با هند، نه با اونا. ولی اینا گپ هم باید بشنون. برای ازی که شما که کردین چی کردین؟ ما را تباه کردین، خودتان هم کردین ما تباسین. هر روز مهاجرین ما میره، داعش پرورش میشه، بالا میره این وضعیت. ولی بس افغانستان، بس اینمی چیزی را که شما گفتین، مسئله چین برای خرد بسیار مهم است از لحاظ اقتصادی و مسئله روس از لحاظ نظامی یکی از استراتژی های خاص یا دکترین کشور امریکا و ایناست که امریکا به هیچ وجه استراتیجی هایش، دیدگاه خود و چشم خود از جنوب آسیا و آسیای مرکزی و شرق آسیا دور نمی کنند و افغانستان یگانه جیوپلیتیک است که می تانن از این نقش بسیار خوب خود داشته باشند. ولی چرا؟ برای از این که امی بیعتمادی وجود داره. طالب رفت با او، طالب آمدی سو. اما یک چیز ما براتان، یک روز تیر شده بود از تلویزیون از حکومت طالب از من سوال کردن، ما گفتم یادتان باشه که طالب کس به رسمیت نمیشناسه. کریمی عزیز نه روس میشناسه یاره به رسمیت. هر قدر هم امروز که مکاتب اعلام کنه بگه زنای لاس، ایره خاطر جمع باشین اینا را کس نمیشناسه. چرا اینا ساخته نشدن برای از این کار و اینا یک پروژه کوتاه مدت هستن برای رسیدن اهداف بادارانشون در افغانستان و منطقه و اگه او هم به سر برسه؟ بله، اما ظاهرن اینا به اصطلاح خالگکانی یا چشم پتکانی یا گیمبازی میکنن، تعامل دارن با ایشان. ترکیه را شما دیدین که دیپلمات های طالبان در کشور خود قبول کرد. چین در اجلاس امسال مستقیم پشتیبانیش از طالبا اعلان کرد و پولای منجمد شده را امریکا به کشور سوئیس انتقال داد. کمک های بشری سیلاسا به افغانستان ارسال میشه که به قول بعضی ها به جیب طالبان میره و شاید هم طالبان دمی خوش باشه که اگر رسمت و رسمیت نمیشناسن این پولا میایه، پولای مواد مخدر میگیرن. گذشته از او چندین گروه تروریستی در افغانستان هم میفیلن، مثل که شهباز شریف گفت جو داره. یعنی فکر نمیکنین که سخت باشه که با این گروه جنجالی آدم کنار بیایه و اینا از بین بره؟ خب من بازم برای شما میگم همین یک گفت دیگه هم یادم رفت، آقای بشار نورزی درگ دیلر کلان از اینا که به قول از اینا در گوانتانامو بندی بود، او هم رها شد. او هم رویدار از پیش از اینا میگه عضو CIA از اینا بوده و از طرف دیگه دوست تاج سر طالبان است. اینی مسائل یک ذره آدم هم متاثر میسازه. آقای نصرتی عزیز فکر میکنین آپشن راهای مبارزه یا مجادله با این وضع شما دارین؟ بله، اعتراض است که افغانستان واقعا در یک جال عنکبوتی بسیار خطرناک افتاده، ولی خوشبختانه اینمی که کم کم جهان به طرف دو قطبی شدن میره، یک زمینه یا یک فرصت بسیار خوب برای سیاستمدارای واقعی یک کشور است که میتونه از این حالت خودت بیرون کنه و بکشه.
یک مجال است برای ما مردم. ما بازم برای شما تاکید میکنم که از طالبا یاد کردین، طالبا هیچ کاری نیستن، اینا عسکرای اجیر شده هستن. اینمی چهار کشور را که شما نام بردین کلانا با خود که جور به بعد از اون میگه که برو حکومت مشارکتی را اعلان کو، یک شش نفر از خودت، یک شش نفر از او، یک شش نفر، اینا حکومت مشارکتی اعلان میشه. ایره خاطر جمع باشه، ایره برای شما میگم دمی تریپی دمی کلکسیون تانی صدای مرز داشته باشین تا دو ساله. و بعد از او به طرف انتخابات ریاست جمهوری، ما رای مبارزه ما انتخابات ریاست جمهوری است. اینمی حکومت مشارکتی هم که جور میشه باور کنید کونمو دزا اونمو مافیا ها اونمو تروریستا انتحاری ها اینمینا دور هم. ولی کیا میفته به انتخابات؟ آقای نصرتی طالبار اجازه میتونی یک روز یکی از امیقانی خیلا در تلویزیون گفت که کسی گفت که یک انتخابات بیاین را اندازی کنین، گفت کدام انتخابات؟ شما نمیشرمین عین و غین دیدین اشرف غنی و عبدالله که یک انتخاباتی که از چند به 34 میلیون نفر چه تعداد اتر یک تانه داد که همونجا ما هم به اصطلاح رقایم سر کرد، گفت که شما به موافقه نرسیدین همونطور انتخابات گردویتان رای اردوشان چندان رای هم نگرفته بودن و حکومت دو ساره را جان کری سابق امریکا اعلان کرد. اینا هم تا نمیتن اینال انتخابات را که شما روش تاکید میکنین چینا و انتخابات خود بود کیا مشارکت خود داشت؟ طالبان هم در او سهم خود داشتن؟ یعنی یک گروه دلخواه شما میگین بیاین که کاندید باشه و در انتخابات سهم بگیره؟ اول خود جواب از ام آدمه که سر انتخابات روش کندید کرده که اینو غیب ما برش بگویم که پیش از شما شاید تو بچگه که بسیار خرد بوده باشی که به نام حزبای اسلامی آمدن تنظیما گفتن ما حکومت اسلامی جور میکنیم که حکومت اسلامی زد 72,000 اولاد کابل کش در دیوار ما را ریختان داله ما تا نبتیم که شما باز آمدین حکومت اسلامی میسازین، ما خود حکومت اسلامی تا ندیدیم که ما را به چی حال رساند. پس در نام ها چیز نمیشه بلکه در او زیر از عنوان های انسان های متحد کار است. انتخابات بله، انتخابات اینمیایی که میگه ما نه بادارایشان که گفت حکومت مشارکتی، باز بادارایشان میگه انتخابات هم کنی، باز میگه خوصایب میکنه، باز اونجاست که بانو کریمی عزیز میکشن بایس کاندید من کاندید که خدا از تو کده که قویست. اینجاست که ما میدان میزنیم و از پیش ما و شما کس هم نمیبره به توکل الله و مجبور هم هستن انتخابات کنن، در غیر از اون نمیمانیمشان در حکومت داریم. برای از این که ما میخواییم که حکومت با رای ما مردم، توسط ما مردم، برای ما مردم، نه برای پاکستانی، نه برای ایرانی، نه برای باداران شما که شما را استراتیجیستایش بگه که مکتبتان بند باشه تو بگوی خوصه، اینی توریستا را در زیر قول جای بته بگوی خوصه، تا وطن ما پاک مالم شو از تو گنده مالم شو تو بگوی خوصه. این چیزا را باید ما مردم افغانستان پاک کنیم. واقعا آقای نصرتی صحبت های عالی حقایق تلخ بیان کردین. اگر از اول ما بیگانه را بیگانه مشمردیم، به قول شاعر گرانمایه آقای کوزاد مرحوم گفته بود اگر بیگانه را با دیده بیگانه می دیدیم یقین دارم کلید خاک ما بر دست ما می بود. متاسفانه از اول مردم ما همتر که گفتیم بر مملکت خود فروختیم، غلام شدیم. دیگه از گذشته بیاموزیم، میگه گذشته را صلوات، آینده را اعتیاد. از یک طرف ها میگه نه، گذشته مشعل رای آینده است. به هر حال صحبت ها بسیار شیرین است آقای نصرتی عزیز، یار زنده صحبت. باقی یک مکس هم اگر سر عدم سخنرانی آقای فایق، نصیر احمد فایق، نماینده یا سرپرست نمایندگی دائمی سازمان ملل متحد داشته باشیم، قرار بود یک سخنرانی داشته باشه، اما نسبت بعضی ماضی گفتنی مسائل دیگه بود، چون آخرین روزا بود، من هم میخواهیم که برای چوکی ها سخنرانی کنم، ای دلیل بود. نظر شما چیز مثلا دید یا منطق شما چی میگه که چرا آقای نصیر احمد فایق سخنرانی نداشت؟ چیز ضربه که از عدم سخنرانی آقای فایق افغانستان چی چیزها را از دست داد؟ یعنی فرصت طلایی میباشه سخنرانی در طور یک اجلاس بزرگ. بله دقیق است. در صورتی که در اجلاس وقتی شما سخنرانی میکنین آدم وجود داشته باشه، نه چوکی ها. دقیق. وقتی که افغانستان از اورام در آخری روز گرفتن ضرورت به سخنرانی دیده نشد، چون این آدم نخواست که چانس دوم از دست خود بگیرد، بتا که در شورای امنیت که امی پنج قدرت جهان اونجا میباشن و در اونجا باید سخنرانی کنن. آقای فایق
اولاد با خلفی سرزمین است. اولاد آقای فایق تا امروز چوکی شما را نگاه کرده و گروه های تروریستی و دست و غدار نداده. ولی در روز دوم که در چوکی شیش اعلان رسمی کرد، گفت تمام مفسدین که پیسا را برده در محکمه لاحق باید کشانیده شود. بنان در پشت سر شما جبه مقاومت میگه، نیادگش میگه، نیادگش چقدر مفسدین است. یک لقمه آدم بخوره، علال بخوره آقای سبحان الله. با کلی دقیق میفرمایید سید. همو که میگن عذاب وجدان آتشی است که هر هستی را خاکستر کند، از این آتش سهمناک بهراسید. مردمان که تکیه و ندای وجدان حرکت میکنند متاسفانه بسیار کم هستند. ولی امروز خاصتا از سال 1400 تا 401 افغانستان افکار نسل جدید هزار سال فرق کرده. امروز وجدان در داخل افغانستان به وجود آمده. این وجدان جمعی بسیار کارهای کلان کرده میتونه و انشالله رهبری هم خواهد شد. دیگه ما پروایی را نداریم که یکی از کی نیست. ما حق میگیم. تیر اگر راست رود خورد داده. ما درد وطن داریم. ما درد مادرای خود داریم. ما درد دخترای خود داریم که از مکتب ماندن. ما درد تاجرا را داریم که سر اونمو دختر و اونمو مادره که عشق میریزه شب و روز برای اولادش و اینا در فکر نوزم در تجارت بالای از اینا مانده. موضع خط سیام بر علیه تمام انسانهای ضعیف البنیه است که میخواین که نوز هم از جگر خونچکان مادر وطن ما اینا به نفع خودشان و به نفع جیبشان و بادارایشان کار کنن. شما بدانین که حرکتی ملی خط سیام مردم افغانستان روز به روز به دور جمع جمع میشه و باعث یک چالش منطقی و بین المللی خود خواهد ساخت. تا اینکه جهان به خواست مردم افغانستان تمکین کنه. دیگر راهی نیست. نه ما روس تمشناسیم، نه امریکای تمشناسیم، نه ایران تا، نه هند تا، نه عربستان و نه چین. بلکه اول ما خود مشناسیم. ولی آماده هستیم بانو کریمی عزیز که مطابق با نرم های قبول شده جهان، مطابق با تمام کنونسونایی که شما جور کردین و امروز زیر پایان میکنین نشه، مطابق با او کنونسون ها با تمام جهان رابطه بسیار خوب داشته باشین. ولی واقعا صحبت های خوب کردین، بر شما توفیق میخواییم واقعا بر کاری که امد بسته گردد، اگر خاری بود گل دسته گردد و معلوم میشه که پسر یک معلم خوب بودین. میگه زنده است کسی که در دیارش ماند خلف و یادگارش. واقعا جناب بریاله نصرتی رهبر حرکت ملی خط سیوم مقیم پاریس، از توضیحاتتان تشکر. من آرزومند هستم که مصاحبه دیگر بخیر در کابل زیبا داشته باشین، چرا تاکید شما عمدتاً روی مبارزه و فعالیتایتان از داخل افغانستان بود. ممنون، سلامت باشین، زنده باشین. ممنون شما بانوی گرانرچ عزیز، از شما خداحافظ، شبتان بخیر و روزتان بخیر.